بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و عرض سلام و ادب دارم خدمت دوستان و علاقمندان برنامه امت. خرسند و خوشحال هستم که بار دیگر در خدمت شما هم میانانی عزیز قرار داریم. کشتار مسلمانان و همچنان حملات برحمانه و کور مخالفان مسلح در هر کشور اسلامی و بخصوص در افغانستان که قربانی اکثر این حملات غیر نظامیان و عمدتاً همه مسلمانان هستند، باعث تخریش اذهان عامه و همچنان باعث ظهور و بروز برخی از گفته ها و همچنان پرسش های در ذهن هر انسان مسلمان و عاقل شده است که آیا چنین کشتارهای بی‌رویه و افراد ملکی غیر نظامی و بیگناه در آموزه‌های دین مقدس اسلام چی هست، چیگونه هست و همچنان نقش بزرگ در این مورد ایفا میکنه علمای دینی ما هستند که علمای دینی ما در مورد این بحران عظیم و بزرگ دامنگیر امت اسلامی شده و مسلمانان از زمین گیر کرده و همچنان از سوی دیگر باعث مخدوش کردن چهره مسلمانان در اذهان غیر مسلمان شده، علمای دینی چی نقشی دارند در مورد و باید نگاه اسلام، دیدگاه اسلام باید به صورت واضح و روشن به مردم بیان بکنند. چیزی است که تاکنون برخی از علمای اعلام و علمای حقانی به صراحت و با جسارت پیرامون مسئله موضع گرفتن و اعلام دیدگاه کردن و همچنان مع الاسف که بخش اعظم دیگری از علما و جامعه علمای دینی ما در مورد مهر سکوت بر لب نهادن و چیزهای نگفتن. اما در این اواخر شاهد بودیم که علمای دینی در پاکستان آمدند، در ته یک اجماع کلان در حدود 2000 تن از علمای دینی در سراسر پاکستان فتوا صادر کردند که حملات انتحاری و کشتار غیر مسلمانان به هر گونه و بهانه‌ای که باشد حرام اعلام شده. اما این اعلام موضع هم بسته به جغرافیای خود پاکستان است و پرسش های دیگری هم در زمینه وجود دارد. اما شورای علمای افغانستان هم در همین روزهای نزدیک اعلامیه مشابه به اعلامیه علمای دینی پاکستان را اعلام کردند و همچنان علمای سعودی، عربستان سعودی هم چند پیش چنین نظر و دیدگاه پیرامونی حملات انتحاری و کشتار غیر نظامیان با وسیله مخالفان مسلح اعلام جهاد امثالی از اینا داشتند. چیزی که سرطان قرن خوانده شده، چیزی که چهره مسلمانان کاملا مخدوش می سازه و در اذهان عامه کسانی که از اسلام آگاهی ندارند پیرامون آموزه های اسلام در مورد پرسش های در اذهان دارند بسیار متوجه کرده که انشاءالله در این بحث و برنامه صحبتی بیشتر میکنیم در خدمت جناب قاضی صاحب عبدالرحیم رحیم عضو مجلس نمایندگان هستیم. اما قبل از آن گزارش کوتاهی پیرامون همین مسئله و موضوع آماده نشر است که با هم میبینیم، دوباره خدمت شما برمیگردم. اسلام برای جان، مال و حیات انسان ارزش فراوان قائل شده و حفظ نفس را گرامی داشته و تجاوز به حیات و نفس دیگران را بعد از کفر و شرک از بزرگترین گناهان قرار داده است. خداوند می فرماید: من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. همانا هر کس شخصی را بدون قصاص و یا بیان که در زمین فتنه و فسادی برپا کند بکشد، مانند آن است که تمام مردم را کشته است. و چون از دیدگاه اسلام نوع انسان یک خانواده است، ظلم و تجاوز به هر یک از افراد آن خانواده در حقیقت تعدی و تجاوز به نوع انسانیت است و خصوصا اگر مقتول مظلوم یک فرد مسلمان باشد، گناه آن بسیار بزرگتر
و طبق فرمان صریح خداوند قاتل اهل دوزخ خواهد بود. و من یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. و هر کس عمدا مؤمنی را بکشد کیفرش دوزخ است که در آن ماندگار خواهد بود و خدا بر او خشم میگیرد و لعنتش میکند و عذابی بزرگ برایش آماده ساخته است. قتل انسان بیگناه و غیر نظامیان از دیدگاه اسلام چنان جرم بزرگی است که حضرت پیامبر صلی الله علیه و سلم کشتن مسلمان بیگناه را به کفر تعبیر نموده است. عن سعد بن ابی وقاص ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال قتال المسلم کفر و سبابه فسوق. متفق علیه. از سعد بن ابی وقاص روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کشتن مسلمان کفر و دشنام دادنش فسق است. اسلام به صراحت کشتن هر نوع انسان و به خصوص انسان مسلمان را حرام قطعی اعلام کرده است، ولی علی رغم آن امروزه برخی از گروه ها و سازمان های تروریستی به نام اسلام دست به کشتار بیگناهان می زنند و هر از گاهی در شهر و بازار، در کوچه، خانه و حتی در مسجد مسلمانان بیگناه را به بهانه های واهی می کشند. نکته دیگر که در اینجا قابل ذکر است این است که نقش علمای اسلام در امر مبارزه با این کشتار چه است و چگونه است و علمای دینی چرا در برابر این فتنه عظیم موضع و موقف قاطع و جدی اتخاذ نکردند و اگر گاهی برخی از علمای دینی هم چیزی گفتند متکی به علل و عوامل فرعی بوده است. ما در این برنامه پیرامون همین مسائل صحبت میکنیم. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز، جناب قاضی صاحب خوش آمدین. خوش باشین. سلامت باشین. بسیار تشکر میکنم قاضی صاحب از حضورتان در این میز. خب همون گونه که در مقدمه عرض کردم قاضی صاحب، از بحث موضوع و عنوان بحثمان، چتر بحثمان واضح و مشخص است. میخواهیم که شما مقدمه و سخن آغاز بکنین، از هر جایی که آغاز میکنین، ولی پرسش هایی در زمین از شما دارم، اما بفرمایید شما یک چیزی بگین که انشاءالله پرسش هایی از شما مطرح میکنین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمتی همه بینندگان عزیزی تلویزیون نور. سلام. برنامه امت، بحث امت اسلامی است. بله. وقتی بحث امت است به معنی است که امت اسلامی است. امروز مسلمانان در کل جغرافیای دنیا به هم برادر هستند و امت و پیروی شریعت اسلامی و امت یک پیامبر به نام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم پیامبر آخر الزمان هستند. مسلمان ها به هم برادر هستند. در شرایط فعلی که ما قرار داریم، کشور ما و مردم ما، هر روز در کشور ما حادثات دلخراش و فجایع دردناک رخ میده که راستی قلب هر مسلمان را جریحه دار میسازه. کشتار بیرحمان های انتحاری ها و انفجار هایی که در کشور ما صورت میگیره در تین می 10 روز متواتر که چندین حملات در قلب افغانستان پایتخت کشور کابل رخ داده، باعث شهادت صدها تن از هموطنان مسلمان ما شده. این ملت بزرگ و ملت مجاهدی که در برابر بزرگترین طاقت های نظامی دنیا مبارزه و جهاد کردن برای عزت و سربلندی اسلام و امت اسلامی رزمیدن مستحق این چنین اعمالی نیستن که علیهشان انجام داده میشه. اینهایی که این کارها را میکنن یقینا که از اسلام آگاهی ندارن و از دایره اسلام خارج هستند و در رسانه ها و در مطبوعات از پشت پرده ها حرف میزنن و افتخارم بر این مثلا میکنن که همچو کار را انجام دادن، در حالی که قتل مسلمان، ریختاندن خون مسلمان به ناحق حرام است و با این عمل حرام افتخار میکنن. اینجا باید بفهمن که حکم اسلام در قسمتی همچه اعمالشان چی خواهد. بسیار خوب. نخست حکم دیدگاه اسلام در مورد میشنویم که شما بفرمایید بگین که انشاءالله باز پرسش های دیگری داریم. خب قرآن کریم
کتاب جاویدان و انسانساز قانون مسلمان ها و قانونی است که بشر راهنمایی کردند. قرآن کریم می فرماید بسم الله الرحمن الرحیم هو من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا. ارگاه خون یک مسلمان را به ناحق میریزند، اما پاداش اخرویش همیست که در جهنم میمانه ابدا. یک کسی که خود را به نام یک دید اسلامی این اعمال را انجام بده و توجیه هم ایر کرده باشه که جهاد است و خون مسلمان ها را به ناحق بریزانه، پاداششان اینمو در آخرت جهنم است و بدتر از او هم دیگه نمیشه که برشان عقوبتی در این مسائل بوده باشه. خوب باید این مسئله را درک بکنن. این اعمالشان باعث علاوه بر ازی که برای رشد و ترقی و پیشرفت امت اسلامی نیست، یک صد بزرگی در برابر پیشرفت مسلمان ها هست. اسلام دین جهان شمول است. امروز بیش از 1.5 میلیارد مسلمان در دنیا پیروی این دین است. آنقدر تأثیرات مثبت این دین جاویدان سر بشریت داشته و دارد که در غرب میلیون ها جوان آشفته این شده بود که به دین اسلام گرویده باشند. ولی وقتی که اعمال اینها را میبینند، اعمال شنیح و بد و قبیح اینها را میبینند، اونا فکر میکنند که نعوذ بالله البته اسلام همینطور دین است، در حالی که نه، دین را باید در خود دین شناخت، در اصول دین باید شناخت، در کتاب جاویدانی که به نام قرآن است تعریف دین میشه، دین را اونجا شناخت، در اعمال افرادی که همچون اعمال و جنایت را انجام میده، اعمال اینها با اسلام محاسبه نمیشود. اینها اعمال غیر اسلامی، ضد اسلامی و ضد بشری است. از دیدگاه اسلام عزیز این اعمال محکوم است. بسیار خوب. اینا قاضی صاحب، قسمی که اینا از لحاظ اسلامی و قرآن کریم شما گفتین که واضح شد که اینا کشتار بیگناهان، کسانی که اصلا در جنگ شریک نیستن، از لحاظ اسلام واضح و مشخص و معلوم است که حرام است، حتی اگر غیر مسلمان هم باشه. مثلا در جنگ های صدر اسلام پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم توصیه میکردن به مجاهدین که حتی غیر مسلمانان هم منظورشان بود که باید نکشند، زنان، کودکان، کهنسالان و عمدتا کسایی که شریک جنگ نیستند باید اونا محفوظ باشند، مسئول باشند، خودشان، خونشان، مالشان، جانشان. با این وضاحت، با این صراحت، با این بسیار روشنی که تعلیمات دین مقدس اسلام داره، باز هم اینا میاین غیر نظامیان و کسانی که اصلا گناهی ندارن، شریک جرم نیستن، هدف قرار میگیرن و کشته میشوند. حتی پیامبر خدا غیر مسلمان گفته، اینا خب بخش اعظم قربانی از اینا خب مسلمان هستن. میخواست میره برازم قایسه که علل و انگیزه توجیه چنین نکته ها و حاشیه هایی از کجا ایجاد میشه که یک تعدادی را قناعت بده که باید چنین کاری را بکنن؟ اسلام، تعریف اسلام و دین اسلام تعریفش واضح و آشکارا هست. درست. که امروز غیر مسلمان ها به حقایق اسلام و اسلامیت باورمند هستند، که اسلام دین همینطور دین است که در او اخلاق است، در او رحم است، در او شفقت و محبت است، در او اسلام مهربانی است و همه اصول انسانی است، همه اصول انسانی و حتی رعایت حقوق انسان در دین نهفته است. که در بسیاری جاها حقوق الناس و علی الناس بحثش مطرح است که امروز جریانی به نام حقوق بشر مطرح میکنن، همان حقوق انسان سر انسان دیگر، یه انسان حقوق انسان دیگر را روایت بکنه. در آموزه های دین ما همچو جریانی به این حالت که خود اینهایی که این اعمال انجام میدن و این را توجیه اسلامی میکنن جا نداره. به فهم ما، بجز از این که دشمنای اسلام و کسانی که در قرنها عقده داشتن علیه مسلمان ها و امت اسلامی،
ای افراد و ای اشخاصی که همچون اعمال را انجام میدهند به جز از اینکه پیروان اون افراد بوده باشند دیگر چیزی را توجیه کرده نمیتونند. این خواست یهودیت است، خواست آنهایی که ضد اسلام است. یک وقت قضیه طوری بود که یهود غاصب سرزمین فلسطین را اشغال کرده بود، طوری بود که کیفی شکار میکردن می آمدن در فلسطین مسلمان ها را شهید میکردن. امروز همون اعمال یهودیت است که در افغانستان تکرار میشه و می آین یک مواد مخربی را در یک جای میگذارن که باعث شهادت صدها تن و زخمی شدن صدها تن انسان میشه، بجز از اینکه این حیوان صفت ها از اون لذت ببرن دگر هیچ منفعتی برشان نه در دنیا است و نه در آخرت. هرچی ای اعمال انجام میدن با ما اندازه مورد تنفر انسانها و مسلمانها قرار میگیرن و مورد غضب و خشم خدای بزرگ در این مسائل قرار میگیرن که هیچ توجیهی بجز از اینکه دشمنی با اسلام بوده باشه هیچ توجیهی در این مسائل ندارن و نخواهدن داشتن. قاسم، چرا بخشی اعظمی از حملات، نشانگیری و هدف و همچنان قربانیان چنین سناریوهای مسلمانان هستند؟ مثلا بیایم اگر یک مقدار کلی هم بگیم بعد اختصاصی هم بسازیم، مثلا اگر جهاد منظور باشه و اعلای کلمت الله و دشمن با جهاد با دشمن اسلام باشه، مثلا اسرائیل در بیخ گوشی از امینا هستند، همه داعش، القاعده و طالبان هم در افغانستان. چرا در همه طولی همه 30-40 سال 60 سالی که از اسرائیل شده تنها به استثناء یک گروه اسلامی که آن واضح و کارنامه و همه چیزشان مشخص و معلوم است در برابر دشمن، دیگرها که همه پسوند اسلامی را با خود یدک میکشن، اینا چرا تا بال یک تیر یک مرمی هم به سمت اسرائیل پرتاب نکردن ولی آمدن در افغانستان مسلمان را کشتن، بهترین و مجاهدان و مسلمانان واقعی را هم هدف قرار دادن؟ بس ایست که امروز هر دو حرکتی که در دنیا صورت میگیره در پشت خود یک منبع تمویل کننده در این مسائل داره. جریانی که امروز در افغانستان بر ضد مسلمان ها می جنگ، در این کشور خودشان یک محاسبه دقیق میکنن که افغانستان قلعه مستحکم اسلامی است، سرزمین جهاد است، سرزمین شهدا است، سرزمین مقاومت در طول تاریخ در برابر استکبار است و گاهی هم استکبار را قامت ندادن که در افغانستان به اهداف خود برسه، چه انگلیس بوده، چه روس بوده و چه کسان دیگری در این سرزمین جایی ندارن. افغانستان بستری برای غیر مسلمان و حاکمیت های غیر اسلامی اصلا مساعد نیست. حالا تمویل کننده اینا در همین بحثی که بیشتر شما اشاره کردین در اون مسائلش، بجز از این که سرمایه داران بزرگ یهود پشت این جریان استاد باشه و این جریانات را اکمال بکنه و امکاناتشان بدیه و توجیهشان بکنه که برین مسلمان ها رو در سرزمین های اسلامی به قتل برسن، وگرنی این همه اعمالی را که اینا در اینجا انجام میدن اگر این غیرت و شهامت در نهادی که به نام دین خودشان قول تعریف میکنن هست، دا میدان و سرزمین مسلمان ها اشغال شده، اولین قبلگاه مسلمین اشغال شده، برای همه مسلمان ها واجب است که سرزمین مقدس قدس دفاع بکنن. چرا همین نشانه را سمتی اونها نمیگیرن؟ چرا همین یهودی که در دو جنگ جهانی از 5000 نفوس شروع میشه که تا امروز به این حالت میرسن، هر روز هم از مسلمان ها اونها قربانی میگن؟ بله. و مسلمان ها بیش از 1.5 میلیارد نفوس در روی زمین است. بزرگترین منابع عایداتی را مسلمان ها در روی زمین دارن. 21% کل جمعیت جهان تشکیل میسن، 40% منابع و مقابیر در دسترسشان است. بزرگترین بنادر کلان به دست مسلمان ها هست که از جبل الطارق بگیری تا باب المندب، این مسائل کل اینها در اختیار مسلمان ها هست.
چرا این مسئله در اونجا صورت نمیگیره؟ پس بجز از اینکه در پشت این قضیه توطئه در کار است و هم توطئه یهودیت است و دیگر چیزی هیچ تعریفی بر خود نداره. حتی در کشورهای دیگر غیر اسلامی هم احساس انسانی و حقوق انسانی در او هست و به نام حقوق بشر قضیه هست. بجز قسیس القلب ترین انسانهای روی زمین که یهود است و این کارهایی را که در افغانستان انجام میشه بجز از اینکه منشه این همو یهودیت داشته باشه هیچ تعریف دیگری در این کرده نمیتونن. در اسلام جا نداره، در آموزه های دین جا نداره، هیچگاه نمیشه این تعریف اسلامی برزی داده شد. دوباره برمیگردیم بینندگان عزیز، میان برنامه کوتاه میگیریم، دوباره خدمت شما برمیگردیم. با عرض سلام مجدد خدمت بینندگان عزیز. جناب قاضی صاحب اشارات خوبی داشتین، این با این دیدگاه و با این گفته میشه که به کنه مسئله و قضیه انسان پی ببره که توطئه های علیه مسلمانان در کار است، بخصوص مردم مسلمان افغانستان. شاید اگر ایده هم هستند که توجیه میکنن و بهانه میگیرن مثلا حضور خارجی ها در افغانستان، آیا حضور یک مقداری از خارجی ها در پایگاه های به شدت محفوظ شده خودشان بهانه بر یزی میشه که مثلا بیاد در میان غیر افرادی نظامی و کسایی که اصلا داخل قضیه نیستن اینا کشتار شوند چون بهانه بر یز اونا باشه؟ اگر کشتار هدف خارجی ها هست، خب جاهای از اونا، پایگاه های از اونا، مناطق همه از اونا مشخص و معلوم است. پس چرا در میان بازار مثلا در دوکان، در مسجد یا خارجی وجود نداره دیگه؟ یعنی منظور نیست که همی واضح و همی نگاه چگونه توجیه میشه باز؟ واقعیت قضیه است که این اعمال دشمنی با خارجی ها نیست، دشمنی با مسلمان ها هست. ایره ما بخواهیم یا نخواهیم بعد از یک مدتی همه قضیه روشن خواهد شد که همو بحثی جنگ صلیب و مسلمان ها به یک لباس دیگر وارد میدان شده. قضیه ما به این حالت است. اما من حیث یک مسلمان و فرزند یک کشور اسلامی گله بزرگ ما از ایست که از اون مسلمان هایی که در همسایگی ما قرار داره کشوری به نام کشوری جمهوری اسلامی پاکستان در بحث اسلام با دیدگاه های متفاوت حکم صادر میکنن. ببینید زمانی که اوباما به عنوان رئیس جمهوری امریکاست وضعیت پاکستانی ها باش خوب است، پول های زیادی را از امریکایی ها میگیرن به نام مبارزه با تروریسم، جنگر در افغانستان توجیه حلال میکنن، حتی انتحار و انفجار را توجیه حلال میکنن. در عصر ترامپ قضیه طور دیگری میشه که فشارهای جامعه جهانی میاد سر پاکستان، علمای پاکستان نمایشی جلسه ایر برگزار میکنن، بحث انتحار و انفجار را در پاکستان حرام اعلان میکنن. تنها در پاکستان؟ در پاکستان. حالا ببینید وقتی دین یک است به نام اسلام، قرآن کتابی جاویدان مسلمان هاست و مسلمان ها ایمان دارن و قانونی مسلمان هاست و مذهب، حتی بحث مذهبی ما در این مسائل یک است. آیا این طور می شود که حکم اسلام سر مسلمان های پاکستان مطابق با قرآن خدای ناخواسته در افغانستان خلاف از این مسائل؟ او یک دین است، آموزه های دین یک چیز است، یک بس قضیه. جنگ در افغانستان توجیه می کردن که این جنگ بر ضد خارجی هاست. کل قطارهای اکمالاتی نیروهای خارجی که در افغانستان بودن از خاک پاکستان میگذشت، از پاکستان میگذشت و در بدلش پول میگرفتن. جناب مولانا فضل الرحمن و مولانا سمیع الحق و فلان این مسئله را توجیه میکردن که حق العبور میگیریم، این برای ما حلال است. تیارات جنگی بسرنشین امریکایی ها در میدان هوایی شمس در کویت نشست داره و در افغانستان کار را انجام میده. خب اگر بس
و جنگ را توجیه بر ضد خارجی ها میکنن، بر اونا فرض است، واجب است اگر با خارجی ها بجنگند در داخل کشور خود، کشور خود از مسائل پاک میکردن. بله، اول باید به گفتی شما که اونجا پاکسازی میکردن، مسئله را اونجا پاکسازی میکردن، ما هم قناعت میکردیم که راستی این جنگ، جنگ بر ضد خارجی است. 33 میلیارد یا 50 میلیارد یا 100 میلیارد پول را از امریکایی ها میگیرن که ما بر ضد تروریسم میجنگیم و مسئله را به نفعشان مصرف میشه، توجیه میکنن که پول خارجی ها در افغانستان است و حرام است و چنین است و این جنگ بر ضدشان رواست. خود یا مولوی صاحبای پاکستانی یقینا از این پول امریکایی ها استفاده میکنن، از این اوایدی که معاش میگیرن، معاش میگیرن. او معاش بر خود حلال میدانن در افغانستان، بر یک ماموری بیچاره ای که روزانه کار میکنه 5000 افغانی، او را حرام توجیه میکنن و فتوا میدن که علیه از او جهاد رواست، او را باید از بین برد. خب به هر حال ما در بسیاری منابع دیدیم که نیروهای خارجی مسیری بسیار زیادی را طی میکرد، به نام طالب یا به نام این و آن پیدا نمیشد که یک ماین سر راهش بگذاره، مستقیما با ایشان در تماس بود، شبانه با ایشان در قرارگاهایشان می آمدن، اکمالات می گرفتن، در مسیر راه ها برای خود اکمالات می گرفتن، هیچ گاهی مانع عبور و مرور خارجی ها نمی شد. اما وقتی یک موتر پلیس فرزندای مسلمان افغانستان یا اردو در مسیر می گذشت، حتما باعث این می شد که شهید هم بشن، مجروح هم بشن، مسائل به بار بیه. حالا بحث در ایست که اگر انتحاری در پاکستان حرام است، همون انتحار در افغانستان هم حرام است، یه از آموزهای دینی ماست، در عراق هم نارواست، در سوریه هم نارواست، در یمن هم نارواست، در لیبیا هم نارواست، در بلاد اسلامی در هر جایی که هست این مسئله نارواست. حتی برای غیر مسلمان هر که به می حالت میکشن همون هم نارواست، حتی در فرانسه و در اروپا و امریکا هم که چنین میشود نارواست. بله، چون هر انسان از دید اسلامی یک حق زندگی را داره، او از خود شرایط داره، شرایط که داره، ولی جهاد برش علیش زمان فرض است که بر ما تجاوز کنه. وقتی اونها در امن با صلح و مسالمت با مسلمان ها زندگی بکنن، هیچ آموزه دینی نیست که اونها به نوعق بکش، چون در عصر پیامبر بزرگوار اسلام در مدینه غیر مسلمان هم زندگی میکرد، ولی با مسلمان ها با مسالمت زندگی میکرد، باعث آزار و اذیت نبود، عقد پیمانه ها میشد، قرار پیمانه ها میشد، اما امتیازی را که حتی پیامبر بزرگوار اسلام از غنایم می آورد، حتی غیر مسلمان هم که افتاده بود بر او هم میداد، چون در قلمروی امت اسلامی بود، در امن زندگی میکرد. امروز در فقه اسلامی چیزی را به نام حقوق اهل ذمه و اینا داریم. در کشور ما امروز سکه ها یا هندوها زندگی میکنن، در امن زندگی میکنن، مالشان هم حفظ میشه، جانشان هم حفظ میشه، از حقوق امتیازاتی حکومت داری هم حتی برخوردار میشن، چون سکنه همی کشور هستن. در اینجا به این لحاظ این مواردی را که از حنجره علمای دین بیرون میشه و در پاکستان مخصوص، در پاکستان بخصوص که امروز کمتر از اسرائیل نیستن که یک قده سرطانی بر امت اسلامی شدن، از اینجا داعش صادر میکنن، از اینجا القاعده صادر میکنن، از اینجا به نام طالب صادر میکنن، و اون هم در یک کشور مسلمانی که در تاریخ بشریت ای تو ملت پاورانه ای نبوده در برابر بزرگترین غول دنیا استاد بشه. وقتی ارتش سرخ در افغانستان مداخله کرد، این پاکستانی ها با خود می لرزیدن، حتی امریکایی ها و غربی ها با خود می لرزیدن که ارتش سرخ جایی را که گرفت زمینگیر از کی جلوی را بگیره. اینمی ملت پاورانه و مسلمان جلوی را گرفت که اینها را کلا نجات داد از استعمار کمونیسم. جناب قاضی، با چنین فرمایشات شما، خب وقتی که دیدگاه و فتواهای علما، مثلا علمای پاکستان هم میبینیم که بسیار زیاد متناقض است، تناقض آلود است، مثلا یک حکم در اوجا حلال است، در افغانستان حرام، اگر در افغانستان
حرام است در اونجا حلال است. این وقتی که تناقض آدم میبینه و همچنان آموزه ها و دیدگاه شریعت اسلامی را انسان نگاه میکنه، پس مسئله و قضیه خب بسیار واضح و روشن است. این منظور مثل که علمای افغانستان، چی کسایی که در مدارس دینی پاکستان تعلیم تحصیل کردن و چی که در داخل افغانستان هستند، اینا باید موضع و موقف بسیار روشن شفاف بگیرند، دیگر زیر تاثیر تبلیغات و گفته های پاکستان نرن. اینا باید نگاهی واضح و روشن داشته باشند که به منافع ملی افغانستان باید بیندیشند، نهی که به منافع ملی پاکستان باید کار بکنند. بحث علمای افغانستان مطرح شد. افغانستان یک شورای بسیار بزرگی به نام علمای شورای علما دار افغانستان، دولتی و یک بحث وزارتی داریم به نام وزارت ارشاد حج اواف که در 34 ولایت افغانستان خطبا نمایندگی ها دارن و به اصطلاح مامورین وزارت امتیاز میگیرن. ما هم حرف ما در همیست که شورای علمای افغانستان در طول این مدت در کجا بودن چی میکنین که هیچ یک موضع‌گیری روشن در قبال این قضایا نکردن؟ به نظرتون قاضی صاحب عدم موضع‌گیری روشن متأثر از همون نگاه های منافع پاکستان است؟ یک بس دیگه هم هست که میایم سریع. مثلا انتظار ما ای بود که از رئیس شورای علما که یک مجاهد بود و یک آدمی که خودش در مبارزاتی نیم قرن در افغانستان خود سهم میدانست، باید یک موضع‌گیری قاطی از روز اول در این مسائل میداشت و تا امروز هم در دوامی از او کوشش میکردن. فتوا صادر میکردن. حالا میبینیم که ملت مسلمان افغانستان تابی فتواهای علمای دین است. آنچه که از طریق علمای دین گفته بشه تأثیری بسیار بالایی داره که حتی بگم که بمی اتمون ای تأثیر در مسائل نداره. درست. و اگر انسان رو میکشه و از بین میبره و این تبلیغ علما آنقدر قلبها رو روشن میکنه که با باورهای دینیشان افسوده میشه. بله واقعا در برابر این فتوایی که علمای پاکستان داده بود، ما امیدوار بودم که علمای اسلامی افغانستان قاطی تر از او فتوایی را در این مسائل صادر بکنن و به کل جهان اسلام این مسئله را حرام بدانن. یک انسانی که خودش نفس خود قاتل نفس خود میشه، همین جزایش باید برای این انسان ها فمانده بشه که تو خورم میکشی. آنهایی که در مغز چیزهای دیگری را کار میکنن برای تو جنت را وعده میدن، کلی جنت را به گردنت میندازن، تو در طرف جهنم میریوی. امین نفس تو قاتل نفس تو شدن این نارواست، از لحاظ شرعی نارواست. باز این که باعث قتل صدها تا مسلمان میشی، این عذاب از کجا میکشی تو این وضعیت؟ این قضایا را باید شورای علمای افغانستان حل کنن این مسئله را، جوابی بر اینا بدین که با کدام دلایل شرعی شما گفتین که در پاکستان نارواست در افغانستان رواست، در پاکستان نارواست در عراق رواست. یعنی چی؟ در همه جامعه مسلمان هاست که به ناحق شهید میشن. این یک بحث است که مسئولیت علمای شورای علمای افغانستان. بحث دیگر، وزارت ارشاد حج اوقاف یک وزارت دعوت کننده و داعی است که بر افغانستان مسائل اسلامی است، مسائل اسلامی را باید در کشور ترویج فرهنگ اسلامی را داشته باشند. خطبا یک بخش صحبتشان همه وقت باید در منابر نمازهای جمعه در هفته، چی او خطیبی که در مسجد شاه دوشمشیر است و چی در مسجد پلاخشتی است و چی او خطیب در یک گلسولی دورافتاده و یک قریه دورافتاده سرپول در شمال افغانستان و یا در جنوب افغانستان است. اینا هماهنگ باشن، هماهنگی داشته باشن که یک بخش صحبتشان همین بحث باشه که به ناحق خون مسلمان ریختن امر نارواست، هر کی این عمل را انجام میده از دایره اسلام خارج است.
یک تعداد نوجوانای خستن سر طالب در مناطق سربازگیری کرده، اونا را جذب کردن تحت به اصطلاح به نام مجاهدین، و شما در راه خدا جهاد میکنین و اینهایی که در پهلوی حکومت هستن و خونشان ریختن روا هست مباح است. اونایی که هیچ آموزه دینی ندارن، از همون کجروایی که به اصطلاح از دیگر جای به اصطلاح ترزق شدن، از اونها چیز را آموختن. اما علمای دین باید یک روشنایی بسیار درستی از اسلام برای مردم بیاموزانند که این اعمال اعمال نارواست، اینا گناه هست، اینا عذاب اخروی داره، در دنیا ذلیل شدن است و در آخرت به جهنم افتادن است. این مسائل را باید علمای دین روشن میکردن. حالا خود ما و شما شاهد در این مسائل هستیم که یک موضع‌گیری روشن و قاطعی نه از دستگاه حکومتی که وزارت ارشاد و نه شورای علما در این مسائل صورت نگرفته، و حتی تا جایی که اطلاع دارم که در اکثر مساجد دور افتاده علیه حکومت و توجیه مخالفین حکومت هر در منبر صورت میشه. قاضی صاحب، یک بخشی از تعدادی از علمای علما را در افغانستان داریم که ممکن است که در چوکات دولت و وزارت اوقاف نباشند، اما امو معلومات اطلاعات دینی و همچنان امو دلسوزی به حال و وضعیت مسلمانان برخی را هم واداشته که باید موازی و دیدگاه روشنی در مسئله باید بگیرند. اما یک مشکلی ایجاد وقتی که با تعدادی از علما در زمینه صحبت میکنیم، اونا مثلا شاهد مثال میارن، فلان عالم فلان عالم فلان عالم مثلا چنین واوزه را در روز جمعه در خطبه نماز جمعه در فلان محفل در فلان جایگاه گرفت، اما روزی نگذشت که ترور شد، از بین رفت و کشته شد و هیچ کس هم پرسانش نکرد. ایده از علما هستند که موافق نیستن با همین وضعیت، اما یک پشتوانه امنیتی و یک پشتوانه دیگری ندارن که اونا دلگرم شوند و بفهمند و به مردم وضاحت بسند مسئله را توضیح کنند. یعنی دولت هم در زمینه یک پالیسی مشخصی، یک پالیسی بسیار روشنی حمایت کننده از برخی از علمای حقانی و علمایی که واقعا دلشان به مردم، دلشان به دین و دلشان به همه جهاد مقاومت به اینا میسوزه. حتی دیده شد که عالمی که در پروان و کاپیسا شاهد بودیم که همین امسال چند تا از علمای دینی در امو درسگاه و مدرسه در سر تدریس بخاری شریف مین گذاشته شد و به شهادت رسیدن. این هم یک بخشی از مشکلات ما هم داریم که دولت هم خودش چندان توجهی به این نداره. خودی علما چنین چیزی را میگن. یکی از مشکلات اینمی حکومت من حیث المجموع که دولت بگیریم از قوای ثلاثه که تشکیل شده و حکومت خودش مجری است، قوای اجرایی است، یک بخشی از دولت است و قوای اجرایی است. بیشترین مسئولیت ها در کشور مربوط به اجرایی است که در رأس از رئیس جمهور است و کابینه ای دارد و بالاخره این مسائل و بودجه ای دارد و امکاناتی دارد و نیروهای مسلط تحت فرمان و حکم می شست. یک مسئله هست که اما دعوت، ارشاد و تبلیغ و حقایق گفتن از وظیفه‌های علمای دین است. درست. در هر کجایی که هستن حقایق باید بگویند و مردم را آگاهی از امورات دین بدهند. اما مشکلی اساسی ما که امروز در کشور است، یک کشوری در حال جنگ، در کشوری که در بحران‌ها غرق است، برای تامین امنیت جان شهروندانش عاجز است. این مشکل حکومت است. ولی برای تبلیغات ضد اسلامی اگر علما شهید هم در این مسائل بشن هم رسالت خود انجام میدن. از این مسائل باید ترس نداشته باشن که اگر هنوز خوبه. اگر من حقایق را گفتم و شهادت میارم میکشن دیگه. اگر این دین با ترس بودی و به ابهامات گذشتی و بالاخره وضعیت به حالت با مصلحت اندیشی و مصلحت اندیشی آمدی، شما ببینین که پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و سلم با تنهایی آغاز دعوت را میکنه، رسالت الهی که بدوش است انجام میده. امروز بیش از 1.5 میلیارد انسان در دنیا پیرو داره، 1.5 میلیارد انسان که انشالله 2 میلیارد مسلمان هم پیش بینی میشه در این سال.
خب در این مدت زمان است حضرت عمر شهید میشه برای دعوت، حضرت علی شهید میشه، حضرت عثمان شهید میشن، اینها یاران رسول خدا هستند، برای ادای مسئولیتشان شهید میشن در برابر دشمن. ما که پیرو این دین هستیم و خود در باز علما خود در وارثت الانبیا میدانند مسئولیتشان سنگین تر است در این مسائل، از این مسائل باید هیچ ترسی نداشته باشند. اگر یک عالم شهید میشه، صدها تای دیگه میگن که نمو عالمی که حق گفت در برابر اینا شهید شد، ما هم باید به خون این عالم قسم یاد کنیم که با حقایق را پیروی میکنیم، ضد باطل میباشیم. چرا در این کشور مسئله شهید و شهادت مسئله تازه نیست؟ ما در طول 40 سال است، از اون بیشتر که ما یاد نمیدیم، در طول نمی 40 سال که میبینیم علما شهید شدند، تحصیل کرده های مسلمان شهید شدند، بیترین قهرمان های جهاد شهید شدند، حتی رهبر جهاد شهید شد، که استاد ربانی شهید، یک دنیای برای امت اسلامی ارزش داشت. با اینمی دعوتشان، اصول دعوتشان شهید شد. صلح را از دیدگاه اسلامی تعریف میکرد، بیداری امت اسلامی را از دیدگاه اسلام تعریف میکرد، در آثار و نوشتارهایشان این مسائل باقی مانده. اما امروز یقین کنین به شهادت رهبر خود ما افتخار میکنیم که در راه خدا به خاطر نجات امت اسلامی، برای بیداری امت اسلامی، برای اتحاد امت اسلامی مبارزه و جهاد کردن، شهید شدن. خداوند او را شفیع آخرت برای همه ما مسلمان ها بگردان. آمین. افتخاری ماست در این مسائل. بسیار خوب جناب خاصه صاحب، دوستا اشاره میکنن که وقتی بحث و برنامه ما به پایان رسیده، در آخر هم اگر کدام پیام دارین، اگر کدام گفتنی دارین بفرمایین که با بیننده هم خدافیزی کنیم. قرآن کریم مسلمان ها را با هم برادر خطاب کرده. اینجا هم بحث امت اسلامی است. از بارگاه خداوند وحدت امت اسلامی را میخواییم. درد مسلمان ها نمیست که وحدت ندارد. وحدت امت اسلامی بزرگترین شمشیر برنده در برابر دشمنان اسلام است. واقعا اگر مسلمان ها امروز اتحاد واقعی می داشتند، اسرائیل نمی توانست که بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل اعلان بشه. او اولین قبلگاه مسلمان است. در 200 سال جنگ های صلیبی، صلاح الدین ایوبی و فداکارهای دیگر امت اسلامی را آزاد کردند و به عنوان مکان مقدس مسلمان ها تال باقی ماند. امت اسلامی، وحدت امت اسلامی و در افغانستان مسلمان، وحدت مسلمان های افغانستان و بهترین وسیله برای موفقیت شدن مسلمان ها در برابر این همه مظالمی که در کشور ما صورت می گیره راه نجات است. بسیار. یک بحثش اتحاد مسلمان ها برای اصلاح نظامی که اگر در مسیر اسلامی حرکت نکنه، بیترین شیوه ایست برای اصلاح نظام در خط اسلامی رفتن است. بسیار خوب. امیدوار هستم که انشالله مجاهدین قهرمان، فرزندان شهدا، فرزندان مجاهدین و همه ملت مجاهد و مسلمان افغانستان برای اتحاد و وحدت تلاش بکنن، برای عزت و سربلندی اسلام و افتخار افغانستان که جهاد بزرگترین افتخاری در کشوری عزیزی ماست و بروی همه شهدای کشور از قهرمان ملی و رهبر شهید و میلیون ها شهید این کشور اتحاف دعا می فرستم و برای سنگردارای عزیز تداوم راهی بزرگ مردارا آرزو دارم. بسیار خوب، بسیار زیاد تشکر میکنم جناب قاضی صاحب از حضور و همچنان از فرمایشاتون انشاءالله بهره گرفتیم. سلامت باشید. خب بینندگان عزیز، بخش گفتگوی امت در همین جا به پایان رسید. دیگر بخش های برنامه امت را لحظات بعد با هم پی میگیریم. در این بخشی از برنامه امت یکی از بزرگان جهان اسلام با معرفی میگیریم که با هم میبینیم. علامه محمد اقبال لاهوری به تاریخ 22 ماه فوریه سال 1873 میلادی در شهر سیالکوت ایالت پنجاب پاکستان چشم به جهان گشود. اقبال لاهوری گرچه در جهان غرب تحصیل کرده و درس خوانده است، اما با شناخت کامل فرهنگ غرب به دلیل روح استعمارگری
نگرش مادی، اخلاق و معنویت گریزی و انحطاط ارزش‌های والای انسانی با فرهنگ غربی باستیز برمی‌خیزد. اقبال عامل اصلی تحرک در انسان را خودی می‌نامد. اقبال با درک این مفهوم و با الهام از منابع اصیل اسلامی چون قرآن و سنت در صدد تقویت خودی بین مسلمانان بود تا با وسیله آن بتواند جوامع مسلمان را از قید استعمار و عقب ماندگی ها آزاد کند. اقبال مشکل اصلی مسلمانان را خودباختگی برخی تحصیل کردگان و به اصطلاح روشنفکران تنها منصوب به اسلام در میان مسلمانان در مقابل فرهنگ کشورهای غربی و نادیده گرفتن فرهنگ اسلامی می‌داند. شماری از روشنفکران ناروشن ضمیر به این باور بودند که عامل اصلی عقب ماندگی جهان اسلام و مسلمانان پایبندی به احکام و قوانین اسلام است. اما اقبال با روشن بینی و واقع نگری و دید جامعه شناسان هم میگوید که عامل عقب ماندگی ها در جوامع اسلامی عدم پایبندی و عمل کامل مسلمانان به احکام و قوانین اسلامی و ترویج فرهنگ و تمدن بیگانه و دین ستیز در میان جوامع اسلامی است. به تردید علامه اقبال لاهوری از بزرگترین اندیشمندان عصر حاضر و تاریخ اسلام است. شخصیت اقبال دارای ابعاد گوناگون است و نمیتوان زندگانی او را با توجه به یک بادیان بررسی کرد. اقبال را فقط به عنوان یک شاعری برجسته، فیلسوف، متفکر، مصلح اجتماعی، حقوقدان یا یک جامعه شناس نمیتوان معرفی کرد، بلکه باید او را با در نظر گرفتن همه این ابعاد و عناوین و به عنوان مؤسس اصلی کشور پاکستان و یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌های تاریخ معاصر دنیای اسلام شناخت. او عصر سید جمال الدین افغانی را درک کرد و سالیان پس از درگذشت او به احیای فکر دینی تلاش و کوشش کرد و جهان اسلام و به ویژه مسلمانان را از خواب غفلت فکری و سیاسی بیدار کرد. به نظر اقبال اسلام یگانه عامل نجات دهنده مسلمانان از تمام عقب ماندگی های علمی، فرهنگی و سیاسی و اقتصادی است و تنها اسلام است که می تواند تمام دردها و رنج های انسان مسلمان و غیر مسلمان را مداوا کند. اخبار هفتگی جهان اسلام آماده نشر است، با هم تماشا میکنیم. دوباره برمیگردیم. آرتور واگنر، عضو حزب آلترناتیو برای آلمان که اخیراً به دین اسلام گرویده، اعلام کرد که این کار را به نشانه اعتراض به انحطاط اخلاقی در کلیسای پروتستان انجام داده است. آرتور واگنر 48 ساله که از اعضای برجسته دولت محلی براندنبورگ آلمان به شمار می رفت، در مصاحبه با نشریه بلد اعلام کرد بخش از تصمیم وی در گرویدن به دین اسلام به کوتاهی کلیسای پروتستان در مقابله با انحطاط اخلاقی و حضور کشیشان در تجمعات همجنس بازان در شهرهای مختلف آلمان و سوئیس مربوط می شود. وی گفت: یکی از دلایل گرویدن من به دین اسلام به تغییرات مربوط می شود که در کلیسا روی داده است که دیگر با ارزش‌های من همخوانی و مطابقت ندارد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، واگنر در ماه اکتبر مسلمان شد، ولی این موضوع را هفته گذشته و پس از کنارگیری از سمت خود در کادر رهبری حزب آلترناتیو برای آلمان اعلام کرد. تصمیم وی با واکنش اعضای این حزب روبرو شده است که از احزاب اسلام ستیز در آلمان به شمار می رود. واگنر به نشریه بلد گفت: وی از زمان اعلام تصمیم خود مبنی بر گرویدن به دین اسلام با تهدیدات مختلف روبرو شده است. وزارت خزانه داری آمریکا در راستای حمایت مجدد از رژیم اسرائیل نام چند تن از اعضای ارشد مقاومت اسلامی حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. جنبش الصابرین از گروه‌های مقاومت فلسطینی فعال در غزه، جنبش لواء الثوره از گروه‌های فعال مصری و نزدیک به اخوان المسلمین نیز در لست تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا قرار گرفتند. با اعمال این تحریم‌ها، اتباع آمریکا از معامله با هنیه و این سه سازمان منع می‌شوند. همچنین هنیه و رهبران گروه‌های تحریم شده امکان ورود به آمریکا را ندارند و دارایی‌های احتمالی آنها در آمریکا بلوکه می‌شود.
شیخ عباس شوامان معاون شیخ الازهر مصر در نشست شهروندی برابر و نفع عنوان اقلیت ها تأکید کرد که الازهر به تفاوت های دینی و مذهبی احترام می گذارد. شوامان در این نشست گفت خداوند مردم را به صورت های مختلف خلق کرده است و اگر با این پدیده تعامل صحیح و سازنده داشته باشیم، بهره های فراوان را از تعدد مذاهب و ادیان میتوان برداشت کرد. وی با اشاره به علاقه شیخ الازهر برای گفتگوی تمدن ها و ادیان افزود، مشکلاتی که پیرامون تنوع دین یا عقیده مطرح می شود اولا و به ذات برخواسته از تعدد مذاهب نیست، بلکه این امر ناشی از آن است که برخی تلاش می کنند تا نظرات و اعتقادات خود را به دیگران تحمیل کنند. معاون شیخ الازهر با محکوم کردن استفاده از کلمه اقلیت تصریح کرد این اصطلاح نشان دهنده تضییع حقوق و تبعیض در میان مردم است، در حالی که در قرآن و سنت چنین امر پذیرفتنی نیست، بلکه شهروندی برابر را باید جایگزین آن ساخت. در همین راستا سمیر مرقس از اندیشمندان برجسته مصر با تجلیل از تلاش های الازهر در تقویت فرهنگ زیست اجتماعی مشترک، کلیسا و الازهر را رکنهای اصلی ترویج دین در مصر برشمرد و اظهار داشت فقهای مسلمان مصر از دوران امام شافعی تا کنون همواره مردم را به همزیستی مسالمت آمیز و تقویت همبستگی دعوت کردند. باید سخنان و توصیه های الازهر فصل الخطاب برای جامعه اسلامی باشد. خب بینندگان عزیز، این بود داشته های برنامه هفتگی امت که در همین جا به پایان رسید. تا امت دیگر همه شما را به الله یکتا و تمانا می‌سپارم. خدا نگهدار شما. تهیه شده در تلویزیون نور.